فرشید، فرشید بودو. نمیشه یه روز بدون اینکه اینقدر داد بزنی منو خواب بیدار کنی؟ خب زودتر بیدار شو. بیا بلبل زبونی نکن، من همیشه به موقع بیدار میشم. صبح اگه بخوام یه دقیقه بیشتر بخوابم برام یه دقیقه است. وقتی شبا بهت میگم وسایلتو بذار تو کیفت، به خاطر همینه دیگه. فردا صبح که یه ساعت زودتر بیدارت کردم میفهمی. نه نه اشکالی نداره، همون سرم داد بزنی بهتره، زودتر بیدارم. برو حرف نزن. سلام. لیلا خانم، من هرچی منتظر شدم که خودتون با من تماس بگیرید ولی نگرفتین. بله ببخشید، من همین امروز فردا میخواستم بیام خدمت، ولی من چکتون رو اون تاریخ زدم و خرج کردم. حواستونم باشه موعدش فرداست. ولی اون چک امانت بود خدمت شما. خب الان نیستش دیگه عزیزم. ببخشید. بردم بردم. من به شما اعتماد کرده بودم ولی شما آبروی منو تو این ساختمون بردین. به همه همسایه‌ها گفتین که من از شما پول گرفته بودم. واقعا متاسفم. شما رو همه میشناسن. لازم نیست من به کسی چیزی بگم. در زمینم میدونم که از چند نفر دیگه هم پول قرض کردین. خب پول قرض کردم ولی مگه بهشون پس ندادم؟ خب این کار درستی نیست. چون شما به من گفته بودین که هر کاری داری بیا به من بگو، من با شما احساس رفاقت کردم. به خاطر همین بهتون رو انداختم. فکر کردم ما با هم دوستیم. شما هم که توهم زود برات داشته و اصلا هم ظرفیت نداشتی. تو دو کلمه با هم حال احوال کردیم، زود من پول خواستی. من چه دوستی با شما دارم؟ خب همسایه که هستیم. منم به خاطر همین به شما پول قرض دادم. فعلا خداحافظ. ماما چرا انقدر قصی خرید میکنی؟ این دفعه از تو اجازه میگیرم. ازش پول گرفتم شهریه مدرسه تو رو بدم. خیلی داری با من بد حرف میزنی ها. بابای خدا بیامرزت هم اینطوری حرف نمیزد که تو حرف میزنی. اصلا چی شد که بابام مرد؟ وای فرشید دوباره شروع نکن، بیا بریم. ایران نبود دیگه، فوت کرد. پس آدم خوبی بوده. بله آدم خوبی بوده، خیلی هم آدم خوبی بوده. داری دروغ میگی. مگه این عکسشو نگم یا چی که من ببینم؟ بیا. انقدر به ساعتت نگاه نکن. این ماه پول میاد دستم برات سرویس میگیرم. با من دیگه بچه نیستم. آه چرا نمیخوای منو درک کنی؟ خودم میتونم برم دیگه. هنوز بزرگ نشدی یا؟ بیا خاله اومد، بودو بالا ببینم. ماما میتونم چیز بهت بگم؟ نه عزیزم میدونم چی میخوای بگی. این دفعه دیگه نمیدونی، من از همینجا میتونم خودم برم. میرسونمت قربونت برم. نه خاله ما اونم دیرش میشه، خودم بودو بودو میرم، از حق و حقوقش کم میکنه. آروم بری یا؟ بازم سردرد؟ آره دیشب تا صبح خوابم نبرده، اینقدر سرم رو بالش فشار دادم سردرد دارم میمیرم. مگه چی شده؟ دوباره تمام فکرهای احمقانه، تمام اشتباهایی که انجام دادم، تمام آدمایی که اذیتم کردن، همش همینجوری هجوم آورده بود تو ذهنم. نمیتونستم بخوابم تا صبح. احساس میکردم تو اتاق گازم، اینگاه داشتم خفه میشدم. وقتی احساس بدی داری انقدر در برابرش مقاومت نکن، بذار فکرها بیان و برن. هرچی بخوای باهاشون بجنگی اونا هم قوی تر میشن. یادت پارسال حال من چقدر بد بود؟ یه مدتی زندگی رو راحت گرفتم، همه چی اصلا خود به خود حل شد. نمیدونم چرا اینطوری شدم، آدم ضعیفی شدم. یه مدتی حتی حساب کتاب زندگی از دستم در رفته. این بچه ایوونکی با بچه بودنش بیشتر میدونه باید چی کار کنه. نمیدونم، احساس یه آدمی که گم شده رو دارم. اینا همش از تنهایی ها. درست میشه. بفرمایید. اینا چیه؟ تو به غیر از اینکه کار منو زیاد کنی کار دیگه اینجا نداری؟ تازه میخوام بدم یه توبیخی درست حسابی واسه دیر کردنات بنویسن که دیگه از دوستیت با من سوء استفاده نکنی. من که از صبح با اون بچه اونجا وایساده بودم، تو دیر اومدی دنبالم. عزیزم من بیرون اینجا دوستتم، احتمالاً هم دوست خوشخلی نیستم. ولی اینجا مدیرتم. بله میدونم،
ولی تو هم میدونی که 2 ماه حقوق من منفی شده، این کار نکن. من زیاد رو حرف آدمای بدهکار حساب نمیکنم. خیلی خب، 1 ماه ولی کم مونده بشه 2 ماه. در ضمن من خواستم یه مقدار از تو پول قرض کنم، امکانش هست؟ این دفعه رو باشه. حالا من به داییم چی بگم؟ قرار خواستگاری رو بذارم. تو که میدونی من و دایی 30 سال اقلا با هم دیگه اختلاف سنی داریم. بهتر، به نظر من خوبه یه بزرگتر بالا سرت باشه. دلم نمیخواد یه اشتباه رو دوبار تکرار کنم. هنوز اولیه یادم نرفته. که اینطور، بهت قول میدم اشتباه امروز تو هیچ وقت فراموش نمی کنی. میدونی دایی من قراره تو این شرکت چقدر سرمایه گذاری کنه؟ تو میدونی من تو زندگیم یه ناجی لازم دارم، نه یه سرمایه گذار. کجا؟ الان میام. فکر کردم داری میری برام ناجی پیدا کنی. خب چقدر بنویسم؟ چیو؟ چقدر لازم داری؟ آها نه باشه، خودم یه کاریش میکنم. من بیا بگیر، اصلا خودت بنویس. خیلی خوب. خب میخوای حالا یه قرار با داییت بذار، ولی من فقط به خاطر فرشید این کارو میکنم و نه به خاطر خودم. باشه، از طرف من یه دست لباس شیک بیرونم واسه خودت بخر. میخوای آبرو جلو داییت نره؟ چی کار کنم دیگه؟ مامان خون برم گیم نیت. نه نمیشه، میخوام زود برگردم. مامان شما که خریدتون 4 ساعت طول میکشه. فقط میخوام نگاه کنم، زود میخوایم برگردیم خونه. مامان پول بده، میخوام برم گیم نیت. پول همراهم نیست. پس پولای مدرسه میشه بردارم؟ نه خیلی نمیشه. برمیدارم. برنده فرشت میکشم اتا. پدرو توپشو میزنه، درگیری دارن اونجا با هم. بگی تو چه خطایی آخه؟ کلا ابنر الان یه بار گل خوردی ولی خوب بازی میکنی. این کاره ای بسر. اسم من فرشیده. آقا فرشید، باری کلا. حسن جون داداش. جونم. آقا فرشید امروز مهمون منه. فرشید جون، 2 دست مهمونه این آقا. ممنون. باری کلا فرزی. بارسا رو برمیداری؟ آره همیشه. با رئال بزنی؟ بزنیم آقا. شما شامتو بخور بخواب. باشه، خداحافظ. این دایی شما همیشه همینقدر بدقوله؟ درسته ازت خوشش اومده، ولی دیگه انتظارم نداشته باش به اندازه ی جوون 30 ساله واسه دیدن تایجان زده باشه. میفهمی که؟ آره متاسفانه خوب میفهمم. نسیم دایی، به خانم چی گفتی در مورد من؟ دایی جون من خیلی از شما تعریف کردم، ولی خب در مورد خیلی چیزا هم صحبت نکردم که گذاشتم رو در روی هم قرار بگیم خودتون با هم صحبت کنی. الان فکر کنم بهتره تنهاتون بذارم که راحت باشی.
خدمتتون عرض کنم که من سال هاست که ایران زندگی نمی کنم. الانم مشخص نیست که باشم یا برگردم. همیشه هم عادت داشتم که تنها زندگی نکنم و ترجیح می دادم وقت صرف کسایی بکنم که از هر نظر با ارزش باشن. ببخشید من خوب متوجه منظور شما نمیشم. شما یه پسر 12 ساله دارید؟ بله درسته. من اصلا حوصله بچه ندارم. البته جای نگرانی نیست، قابل حله. خدمتتون عرض کنم که از خودتون بگید. چون مدت هاست توی شرایط این شکلی قرار نگرفتم، نمیدونم چی باید بگم که برای شما شنیدنی باشه. مشخصه، از خودتون، کارتون، تحصیلاتتون. من پیش نسرین جون کار میکنم، کارهای اداریشو انجام میدم. البته خودم هم لیسانس ادبیات دارم و علاقه به شعر و شاعری. هیچ موقع در زندگی از شعر و شاعری و ادبیات خوشم نیومده. بدترین کار در دنیا اینه که یک نفر در خلوت خودش بشینه و ادعا کنه که سالمه، با خودش حرف بزنه و شعر بگه. بله خب این نظر شماست، ولی شعر گفتن گاهی اوقات میتونه افکار آدم ها رو سالم کنه. ببینید لیلا خانم، من هیچ اطلاعاتی از شخص شما ندارم، باید بیشتر وقت بگذارم شما رو بشناسم. من پیشنهاد میکنم که یه مدتی با هم باشیم. نه منظورم اینه که چی بهش میگن نامزد بشیم. نظر شما چیه؟ من خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم. با اجازتون. بسه دیگه. به جای اینکه انقدر قیافه بگیری دو کلمه حرف بزن ببینم. چی شد؟ هیچی نشد. شب خیلی خوبی بود. واقعا دستت درد نکنه. فعلا قرار شد در مورد چیزایی که گفتیم فکر کنیم. ولی قیافت اینو نشون نمیده ها. به قیافم نگاه نکن، خبر از دلم نداری. ببینین دایی من همه حرفاشو خیلی رک میزنه، ولی هیچی تو دلش نیست، قلبش پاک پاکه. آره فکر میکنم الان مشکل همه آدم ها همین شده، هیچی تو دلشون نیست، قلبشون پاکه، هیچی تو دلشون نیست. ببینم اصلا نکنه کسی تو زندگی تو هست من خبر ندارم. سلام. از کی دارین تقریبا میکنی؟ خیلی وقت نیست، 3 یا 4 روزه. ما باید با هم حرف بزنیم. در مورد چی باید صحبت کنی؟ حقیقتش گفتنش خیلی آسون نیست. من خیلی با خودم تمرین کردم که وقتی میبینمت چیا باید بهت بگم. الان که نگاه میکنید هیچ کدوم از اون حرفا توی دهنم نمیچرخه. باید بیشتر تمرین میکردیم. روزتون بخیر آقای محترم. لطفا مزاحم نشین. صبر کن، اگه میخوای دیگه مزاحمت نشم فقط یه راه داره و اونم این که باید اجازه بدی فردا یه ساعت با هم حرف بزنیم. فکر نمیکنم به نتیجه برسی. اگه قبول نکنی فکر میکنم دوست داری هر روز مثل امروز هر جا میری جلوت سبز بشم و برات مزاحمت ایجاد کنم. باید بهش فکر کنم. منتظر تماست هست.
ببخشید. سلام. 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 چکتون نقد شد؟ بله لیلا جون، اصلا قابل شما رو نداشت. حالا عجله ای هم نبود، هر وقت دوست داشتین و لازم داشتین بگین بهتون پس بدم. ممنون، شما لطف دارین. خواهش میکنم. خدا خدا نگهدار. چی شد؟ خب یعنی چی؟ کسی بیرون نیست؟ کسی بیرون نیست؟ کسی صدای من نمیشنوه؟ کسی صدای من نمیشنوه؟ کسی تو ساختمون نیست؟ آسانسور گیر کرده؟ مامان، مامان، چی شده؟ آسانسور خراب شده بود. خوب کردم. خریدار من درد. تو کجا داری میری؟ تلفن در دسترس نبود. داشتم میبرم دنباله. آخ آخ، پام خوش شده. اینجوری خوابم برده بود این تو. دنبال من؟ کجا میرفی دنبال من؟ نمیدونم. تو خیابون دیگه. فرشید، در مورد یه موضوعی میخواستم باهات صحبت کنم. چی شده؟ از کار اخراج شدی؟ چرا این فکر رو میکنی؟ آخه خیلی ازش میترسیدی. آدم ها از هرچی بترسن از سرشون میان. نه باشه، مهم نیست. برم. تو چرا چیزی نمیگی؟ من عادت ندارم زیاد با آدمای غریبه صحبت کنم. نمیدونم باید در مورد چی حرف بزنم. ولی اگر در مورد زندگی من میخوای بدونی، من از زندگیم راضیم. هیچ مشکلی هم ندارم. نیازی هم نمیبینم که یه آدم جدید وارد زندگیم بشه. من فکر میکنم امروز به اندازه کافی بهتون احترام گذاشتم. اگه اجازه بدی الان دیگه دیرم شده، میخوام برم خونه. من از تو توقع زیادی ندارم، فقط میخوام بهش فکر بکنی، به پیشنهاد ازدواج. فقط زیاد بهش فکر نکن. از نتیجه یه کارایی که آدم خیلی بهشون فکر میکنه و حساب کتاب میکنه خیلی خوشم نمیاد. اگه به نتیجه رسیدی خبرم کن. جالبه برام، نمیدونم چرا یه دفعه این تصمیم گرفته. من فکر میکنم توی دنیا هیچ چیزی بدون دلیل نیست، حتی برگی که از درخت کنده میشه و میفته روی زمین. فکر میکنم من به خاطر تو به این دنیا اومدم. اینو از همون روز اولی که دیدمت فهمیدم. به امید دیدار.
الو سلام، خوبی؟ من نمیتونم مثل تو به راحتی بگم برای همه اتفاقایی که تو زندگیم افتاده دلیل دارم، چون واقعا خیلی کارا کردم که دلیلشو نمیدونم. آره واقعا نمیدونم، ولی من و تو باید بیشتر با هم صحبت کنیم. حداقل الان جوابم کاملا منفی نیست. الو فرشید جان، چرا انقدر گوشی رو دیر برمیداری؟ سلام، چی کار داشتی میکردی؟ خیلی خب، حالا اشکال نداره، بودو برو حاضر شو، یه لباس خوب درست و حسابی بپوش، میخوام بیام دنبالت ببرم یه دونه از دوستای قدیمیمو ببینی. من قبلا ورزشکار بودم، حرفه‌ای، ولی الان فقط از تلویزیون تماشا میکنم. تو هم باید ورزش جدی بگیری یا بیا این کفشا رو نگاه کن ببین از کدومش خوشت میاد. میخوام ببینم سلیقت چطوریه. به نظرم این اصلا بهتر باشه. انتخاب خوبیه. وقتی کسی یه چیزی رو انتخاب میکنه یا از یه چیزی خوشش میاد، آدم میتونه نظرش رو در مورد بقیه مسائل زندگی هم بفهمه. شما همکار مادرم هستین؟ نه، چرا یه همچین فکری کردی؟ آقا تا حالا چیزی در مورد شما نشینده بودم. منم چیز زیادی در مورد تو نمیدونم، اما امیدوارم از این به بعد بیشتر با هم آشنا بشی. من که علاقه این ندارم. پسرم درست صحبت کن. چیه پسرم؟ چرا تو خودتی؟ چقدر بهت پول بدم تا با هم حرف بزنی؟ شما واقعا میخواید با هم ازدواج کنی؟ چون با یه نفر دو کلمه حرف زدم باید باش ازدواج کنه؟ خب نگاهتون یه جوری بود، هر جفتتون. آره خب درست فکر کردی. و چرا قبلا بهم نگفتیم؟ خب الان دارم بهت میگم دیگه. نظر تو چیه؟ من نظری ندارم. دست شما درد نکنم. واسه خودت مرد بزرگی هستی ها. مامانا هر وقت من کار داره میگه مرد شدی. همین که با یکی همسن و سال من داره میگردی یعنی مرد شدی، رفت پی کارش، یعنی بیشتر از سنت میفهمی که با من میگردی. حالا اولت میزون نیست چته؟ چیزیم نیست. با مادرت دعوت شده؟ تا کجا فهمیدی؟ حالا چی شده؟ من همیشه آرزو داشتم یه مادر با کلاس و پولدار مثل مادرتو داشته باشم. مامان ما که تا جون داشت ما رو گرفت زد، بعد بزرگتر شدیم به آقامون سفارش کرد ما رو بزنه، الان رابطه دایی بزرگمه. مامانم عروسی کرده. چه اشکال داره؟ من نمیخوام. شما واقعا مایه داری؟ آره بهت گفته بودم که ما سه چهار تا خونه داریم، مامانم رئیس شرکت خیلی خیلی بزرگه. ولی به ریخت و قیافت نمیخوره. من باید چطوری باشم؟ هیچی، میگم یعنی آدم خاکی و با مرامی هستی مثل خودمی. یکی 2000 تومن تو جیبش باشه جواب سلام آدمو نمیده. تو با مرا میدمت کن بخور دیگه. دست کن تو داشبورد یه سی دی بده با گوش کنیم کف کردی. تو سیگار میکشی؟ چیه؟ خفه کردم شما ورزشکاری. بله ورزشکارم، به وقتش ورزش میکنم، به وقتش هم سیگار میکشم. حالا میبینیم تو بینیم برای بچه ها هستن، بریم یه دست فوتبال بزنیم. دیرت که نمیشه. نه اول باز زنگ میزنم به مامانم. زن رسیدیم اونجا زنگ بزن. الو چطوری؟ خوبی؟ ببینم همه چی ردیفه با این دوست کوچولوم، بیایم یه دست فوتبال بزنیم. چی؟ کی؟ کی مشکوک شده؟ ای بابا مرده شورتون رو ببره. اه چی شده؟ برای بچه ها میخواستیم بریم خونه این مردی که بشینیم فوتبال بزنیم، میگه زنم مشکوک شده نمیره خونه ننشینا. اه حالا آدم رو به هم میزنه اینا.
کجا پیاده میشی بچه؟ یه رفعه چرا اینطوری شدی؟ اصلا برای آدم نمیزنن دیگه، کجا پیاده میشی؟ سلام خیابون. فرشید خوابیدی؟ فرشید خوابی؟ مامان کجا بودی؟ من خونه مامانی بودم، من قرار نبودم آژانس بگیری بیای اونجا. چرا تلویزیون خاموش نکردی؟ فیلم خیلی وحشتناک بود، ترسیدم برم تلویزیون خاموش کنم. تو من قول نداده بودی فیلمای وحشتناک نگاه نکنی. اولش خنده‌دار بود بابا، یهویی ترسناک شد. خیلی خوب، از این به بعد فقط فیلمایی رو اجازه داری ببینی که من اول دیده باشم. باشه؟ چشم. این آقا اینجاست؟ بله. فعلا اینجاست تا بریم یه خونه بزرگتر. بعدم میتونی دیگه بهش نگی اون آقا. میخوای بهش بگی بابا کیوان؟ نه. خب بگو آقا کیوان. ببخشید آوردمتون اینجا، ولی به مادرم قول داده بودم وقتی زندگی جدیدم رو شروع میکنم همراه خانوادم بیام اینجا براش فاتحه بخونیم و دعا کنیم. مگه شما اولین بارتونه که ازدواج میکنی؟ نه، چطور مگه؟ اصلا بهتون نمیاد. خیلی ظاهربین نباش پسر. آقا فرشید پاشو بیا اینجا به من کمک کن. پس این هر روز میخواد بیاد اینجا دیگاره؟ زشته پسرم میشنوه. گفتم که میخوایم بریم یه خونه جدید بگیریم. پس من میرم خونه مامان بزرگ. به همین زودی میخوای تنهام بذاری؟ نمیخوام مزاحمتون بشم. هیچکس مزاحم هیچکس نیست. تازه میخوایم یه زندگی درست حسابی شروع کنیم. از این حرفا نزن. پس بگو آدای بابا ها رو واسه من در نیار. اینقدر خودت دست بالا نگیر. لیلا جان کمک میخوای؟ نه ممنون. کمک میکنه فرشید. میگم موافقی بعد از غذا فیلم ببینیم؟ ما اینجا فیلم نه. من تو لپتاپم 200 تا فیلم دارم. میارم بالا وصل میکنم به تلویزیون، ستایی تماشا میکنیم. من باید برم بخوابم. دوست دارم فیلم ببینم. ولی شنیده بودم تو خیلی دوست داری فیلم تماشا بکنی. دیگه ندارم. ممنونم. غذا رو کوفتم کردی آقا فرشید. دستت درد نکنه. من از طرفش از تو عذرخواهی میکنم. لازم نیست. من درکش میکنم. همه چی خیلی یهو اتفاق افتاده. بچه هست دیگه، شوکه شده. لیست خریدی که مادرت داده بود همراهته؟ آره، چیزی که میخوای بگین رو بگین دیگه. چی میخوام بگم؟ مگه منو به بهونه خرید نیبرید بیرون که چیز بهم بگین؟ وقتی کسی اینطوری برخورد میکنه نمیشه باش منطقی حرف زد. فراموشش کن. البته خودم میدونم میخواد چی بگین.
چی میخوام بگم؟ حتما میخوام بگی که جای پدر من اینو با هم دوست باشیم. اما من برای شما احترام قائلم. ولی با هم دوست نیستیم. همه دوستی ها که از اول محکم نیستن. دوستی زمان میخواد. اصلا گاهی وقتا دوستی های محکم با یه دعوا و دشمنی شروع میشه. ببینم تو تا حالا اسکی بازی کردی؟ نه، از اسکی میترسم. بریم باید یه چیزایی برات بگیرم. شما معلومه کارشناس این رشته هستی. کارشناس که نه، ولی یکم سر در میارم. آه یکم نه، خیلی. به نظرم قهرمان اسکی هستی شما. حسین جا اینم سایز پاشونه ببین. آه اینم سایز پاشون شما. آقا این چنده؟ قابل شما نداره. 250 تومانه. آقای کاوه؟ شمایی؟ سلام. چه دنیای کوچیکیه؟ منظورتون رو نمیفهمم. بایدم نفهمی. با اون کارهای بدی که شما در حق من و خانوادم کردین، باید خودتو به نفهمی بزنی. مؤدب باشید خانم. من کار بدی در حق شما نکردم. تو با آبرو زندگی من بازی کردی. وقت الان نگران مؤدب حرف نزدن من جلوی پسرت هستی؟ خیلی خوبه. خیلی مردی. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. حالتون خوب نیست؟ فکر کنم میدونی میگرن چیه. آره. من چیز زیادی در مورد بابام نمیدونم. ولی میدونم میگرن داشت. میگرن یعنی سردرد خیلی طولانی. لطفاً در مورد ماجرای امروز چیزی به مادرت نگو. کدوم ماجرا رو میگین؟ خودت خوب میدونی کدوم ماجرا رو میگم. ستاره مربع، ستاره مربع، دایره، دایره مثلث، راست پایین، راست پایین، چپ بالا، بوم، دایره مربع، دایره مربع. اول آقا فرشید مرد که قهر نمی کنه. مرد ها آدم رو ماشین نمی نازن پایین، باید بگم برو بچه. دستم می دونی اون روز چی شده بود؟ نمی خواهم بدونم. لوسی دیگه دق داری ها. بچه پول دارا که لازم نمیبینن درد رفیقاشونو بدونن. ببخش اسمم خورد بود. قول می دیگه اینطور به من حرف نزنی؟ قول میدم. میشه قلوه دیگه سیگارم نکشی؟ بسوز پدر رفاقت. اوکی دیگه نمیکشم. خواستم این کارو بکنم بدونید چقدر با معرفتم ها. نگی ما بیمعرفتیم. ناشتیم؟ آره. میه بریم بازی کنی؟ نقدر در بیم بسیده دیگه آبا چقدر ببرمه دیگه شیشتهی شدی. درستی بازی بارو ماشالله پرسپولیس. استه دیگه سوسکی ماشاءالله پرسپولیس. چونه منو ببره فقط الکی انصاری کرد. باشه سوسکی با من کاری داشتی؟ زود بگو باید برم. آره من یه چند روز مرخصی میخوام. داریم با کیوان دنبال خونه میگردیم. لیلا من واقعا گیج شدم. چرا؟ تو با این آدم چجوری آشنا شدی؟ اصلا یه هویی از کجا پیدا شد؟ انقدر همه چی سریع اتفاق افتاد خودم هم باور کن نمیدونم. اتفاقا من فکر میکنم خوب میدونی، فقط نمیخوای به من بگی. نه اصلا اینطوری فکر نکن. میخوای ناهار با هم بریم بیرون حرف بزنی؟ شرمنده، امروز خیلی کار دارم. حتما قراره ناهارم با آقا کیوان بخوری. آره آخه بهش قول دادم. امیدوارم همیشه با هم همینجوری باشین. ولی من که چشم آب نمیخوره. هوا ورد داشته، فکر کردی چه خبره؟ یعنی چی؟ الان برای چی داری با من اینجوری حرف میزنی؟ انگار تنهایی داشته به تو خیلی فشار میآورده بر خودت نمیآوردی. البته فکر نکنی من به خاطر اینکه به داییم جواب رد دادی دارم این حرفا رو میزنم و... نه
نه اتفاقا دایی من شانس آورد، فقط من داشتم خودم رو خراب میکردم. میدونی چرا؟ چون تو روانی. من روانیم؟ فقط به خاطر اینکه یه بار رفتم دکتر روانشناس روانیم؟ ببین من آدم ساده ای نیستم، کل تلفن های این شرکتم کنترل میکنم، البته به خاطر رقیبا، ولی این وسط خیلی چیزای دیگه رو میشه که خجالت آوره. خجالت آور رفتار توی که الان داری با من اینجوری صحبت میکنی. واقعا متاسفم که قیافه واقعی تو دیدم. میدونی چیه؟ من دیگه با تو کار نمیکنم. وایسا کارت من دیگه با تو کاری ندارم. بابا دیوونه. آره من دیوونم. نسرین چی شد؟ به من دست ازت. نسرین من نمیخواستم. برو بیرون. آخه عصبانیم کردی، بذار بلنده تو. نمیخوام ببینمت. خیلی خوب خودت خواستی. داشتم بگم خدافظ. خدافظ. خیلی باحال بودا. خفن بازی میکنی. ممنون. چند وقت بازی میکنی؟ یک سالی میشه. یه سال. ایوه سرعت دستات بالاست ولی اندازه من نه. هیچ جوری زدم. یک ستاره مربع، ستاره مربع. خوب باشی دیرو. خیلی باحال. اما خیلی بازی کردم ولی بازی تو همشو خیلی بهتره. ممنون. همت گم. حالا انگیزه داره بود بازی کنه، بود مسابقه بده و اینا. بقیه‌شون خیلی چفتن، داغون بازی میکنن. خیلی خوب بازیت خیلی باحال بود. کار نری؟ خیلی حال کردم. خداحافظ. اکی اینجایی؟ این آقا کی بود با این طرز حرف زدنش؟ دوستم بود. بیشتر شبیه خلافکارا بود. خلافکار نیست، پایین شهریه. منم پایین شهریم. خیلی خوب، نمیمونی داری میری؟ آره دیگه کار دارم. میخوای اگه کارم زود تموم شد شب بیام دنبالتون شام بریم بیرون؟ نه دیگه، برو به کارت برس. منم ترجیح میدم که یه کمی تنها باشم. تو مطمئنی حالت خوبه؟ آره یه کمی سرم درد میکنه. ببین من در مورد فرشید کمی نگرانم. چرا؟ فکر میکنم بهتره دیگه نره توی اون پاساژ برای بازی. محیط و آدم های خیلی جالبی نداره. امروز هم دیدم با یه پسر بزرگتر از خودش گرم گرفته بود. میدونی که اینجور رابطه ها خیلی زود مشکل ساز میشن. باشه خیالت راحت باشه. خدا نگهدار. خدافظ. نسه درد نکنه. بیا بیرون ببینم. این چه کاری تو میکنی ها؟ اصلا خوشم نمیاد از این کارات. از تلویزیون دیدن؟ نه خیر، از فالگوش نشستن. در ضمن دیگه هم دوست ندارم بری تو اون پاساژ. پول که بیاد دستم خودم برات یه دستگاه میخرم که بشینی جلوی چش خودم بازی کنی، فهمیدی؟ آقا کیوان بهت گفت؟ خودم دلم نمیخواد، صلاح نمیدونم دیگه بری اونجا. اون فکره کیا کردن و مرد داره دستور میده؟ خجالت بکش بچه، اون از تو بزرگتر، صلاح تو رو میخواد. پس خبر نداری از آقا کیوان جونه چی دیدم؟ چی دیدی؟ هیچی. گفتم چی دیدی؟ وایسا. وقتی باهات حرف میزنم وایسا نرو. چی دیدی؟ تو که چیزی برات مهم نیست، فقط دوست داری باهات زندگی کنی. درست حرف زن بچه. چی دیدی بهت میگم؟ داشت به خانم حرف میزد. بله من دم در خونتونم. چرا درو باز نمیکنی؟ بمون همون پایین، من میام پایین. باشه پس من منتظر میمونم. اصلا نمیخواد منتظر بمونی. تو برو دم یه رستوران، من میام اونجا. نمیفهمم آخه چرا اینجوری؟ برای اینکه ترجیح میدم دیگه همسایه‌ام رو با هم نبینن. باشه پس قرارمون یک ساعت دیگه. چی میل داری؟ ممنون نیومدم اینجا غذا بخورم. که کاملا واضحه. میشه ازت خواهش کنم برام توضیح بدی اون زنی که فرشید میگفت کیه؟
چرا اون حرفا رو به تو میزده؟ آره شاید الان فکر کنی من خیلی حساسم، ولی واقعا دیگه تحمل ندارم، دلم نمیخواد باز قدم اشتباه بردارم. ببین لیلا، اون خانم و شوهرشون توی حسابداری شرکت من کار میکردن، مسائلی پیش اومد که من فهمیدم دارن از پول شرکت برداشت میکنن، منم اخراجشون کردم، هر دوشون. نمیدونم، شاید باید یه فرصت دیگه بهشون میدادم، اما اون موقع بهترین کاری که میتونستم انجام بدم همون. فقط همین؟ همش همین نیست. چند روز بعد دزد شرکت پیدا شد، همون کسی بود که شک به این دو نفر رو تو دل من انداخته بود. انگار من یه ذره زیاده روی کردم. اصلا میدونی چیه؟ بعد از شام میریم یه سر میبینیمشون. کیوان جون هنوز غذاتون رو نیوردن؟ نه آقا، هنوز سفارش ندادم. الان بچه‌ها رو میفرستم سفارش بگیرن. دست شما درد نکنه. دمت گرم، خوب کاری کردی حالش گرفتی. ایول خدا مثل خوبی نرم، فکر کنم نبه به مامانم میگفتم. چرا، خیلی هم خوب کاری کردی گفتی. اولا که آدم رفیقشو به شوهر مادرش نفروشه، دوما ننه من اگه میخواست بعد آقا جونم ازدواج کنه. شاکرت هم نره، یه تلیف بزنی سه سود پیشتم. الو سلام، من لیلا هستم. میبخشید، میتونم با نسرین جان صحبت کنم؟ خوابه؟ یعنی از دیروز تا حالا خوابیده؟ امروز بعد میرفت سر کار؟ لطف میکنین هر وقت بیدار شدن بگین با من تماس بگیرن؟ بله ممنون میشم. خدا نگهدار. تو چرا هنوز حاضر نشدی؟ هر روز باید بریم رستوران. بچه های مردم از خداشون هر روز برن رستوران. پاشو حاضر شو، میخوایم بریم چند جام خونه ببینیم. پاشو. سلام پسرم، حاضرین؟ حاضرین، ولی تو نمیخوای بشینی؟ نه فقط قربون دستت یه لیوان آب به من بده. برو آب بیار. بازم که نگران به نظر میرسی، هنوز این ماجرا تو ذهن تو ادامه داره؟ نه، آخه هرچی تماس میگیرم با مدیر شرکتمون جوابمو نمیده، همون که گفتم حرفمون شده. خب بالاخره باید به آدم ها فرصت داد تا خودشون رو پیدا کنن. برم کیفمو بیارم. دست درد نکنه. میدونی پسرم، انقدر مرد نبودی که از ماجرای دیروز حرفی به مادرت نزنی. زیاد عجله نکن لیلا جان، سر فرصت خونه ها رو میگردیم، هر چقدر زمان لازم باشه میذاریم، بالاخره باید یه خونه درست حسابی پیدا کنی. دیگه خیلی هم برام فرقی نمیکنه. دلم میخواد یه مدت برم یه جایی که کسی پیدام نکنه، هیچ کس منو نشناسه، هیچ کس. آقا کیوان، میشه رادیو رو روشن کنین؟ الان فوتبال داره. نه پسرم، میبینی که دارم با مادرت حرف میزنم. شما 10 دقیقه پیش گفتین که میشه. چند دقیقه صبر کن حرف ما تموم بشه بعد. شما حرفتون رو بزنی، من رادیو رو گوش میدم. آقا فرشید، چیزای مهمتر از فوتبالم وجود داره. مثل غرور شما. اصلا من میخوام برم خونه. یادشه برات ماشین میگیرم، برو خونه. خیلی خب کیوان، این نفر رو ببخشش. اگه الان این کارو نکنم دیگه هیچ وقت برای خودش کسی نمیشه. بعدش هم اون کاری نکرده که من بخوام ببخشمش، من فقط دارم به نظرش احترام میذارم. ببین پسرم، من از دست شما عصبانی نیستم، فقط خوب درکت میکنم. دلیلی نداره تو همراه ما باشی. خوب شد حالا همینو میخواستی؟ هی بهت میگم جواب بزرگتر از خودتو نده. ببین چیکار کردی؟ تو واقعا نمیخوای با ما باشی؟ قبلا میخواستم ولی الان دیگه نمیخوام. سلامت باشی. ببین آقا، این 2 برابر کرایشه، آدرس خودش بلده، فقط مطمئن بشی که میره داخل خونه.
کلید داری؟ بکنم دارم. فرشید، فرشید، برای چی اینجا نشستی تو؟ مگه نگفتی کلید دارم؟ دیدی نگران بودم، دلم شور میزد، بچه اینجا مونده تا الان. یه دفعه کجا پیدا شد؟ ها؟ از زندگی من برو بیرون، از زندگی مامانم برو بیرون. سرم بکنی من با چوب اسکی خر میشم؟ ها؟ بکنی میتونی جای بابای من باشی؟ آروم باش فرشید جان، همیشه درست میشه. برو به همون جایی که ازش اومدی. برو میشه همون خانم که آبرش باری زنده کن. سی حرفا چیه میزنی؟ مامان منو بل کن. ببخشید با کی کار داری؟ ساکن وادی 13 رو شما میشناسی؟ بله خودم هستم. خانم لیلا نظری شما هستی؟ بله. وقت این آقا با شما چه نسبتی دارن؟ چه نسبتی میتونیم داشته باشیم؟ من شوهر ایشون هستم. ما حکم جلب همسرتون رو داریم. ببخشید به چه جرمی؟ از ایشون شکایت شده. ایشون به اتهام ضرب و شتم خانم نسرین آزادی بازداشت هستن. مظلوم الان تو کماست. جامسم عباسی ایشون بازداشت هستن. جناب سرور من از ایشون شکایت دارم. دخترم الان توی کماه و باعث این حادثه ایشون بوده. به هیچ شما رضایت نمیدم و تا آخرش هم هستم. همسر شما توی شرکت با همکارش درگیر میشه و ایشونو هول میده. وقتی ایشون هم میره خونه از بینیشون خون میاد، بعد یه مدت میره توی کماه. پدرشون هم ازشون شکایت میکنه. ببخشید من با گذاشتن سند خونه به عنوان وثیقه میتونم موقتا همسرمو بیارم بیرون؟ والا اگه مسئله غیر از کما بود شاید، اما کما خیلی خطرناکه. اگه ایشون از کما بیرون نیان خیلی مسئله حادتر از این حرفا میشه. واسه همینه که باید توی بازداشت باشن. ببخشید ایشون الان کدوم بیمارستان هستن؟ شاکی پرونده ایشون هستن. ببخشید بهتر با خودشون صحبت کنیم. سلام علیکم. من شوهر خانم نظری هستم، ممکنه با هم صحبت کنیم؟ صحبتی نداریم آقا، حرفی نداریم. نه خودتو خسته کن نه منو. من شدیداً به خاطر اتفاقی که برای دخترتون افتاده متاسفم، اما شما خودتونم میدونید عمدی در کار نبوده، یه اتفاق بوده، یه اتفاقی که ممکنه برای هر کسی پیش بیاد. میدونید دشمنی و کینه ای توش نبوده، یه اتفاق بد بوده بین دو تا دوست خوب. من نمیدونم عمدی بوده یا سهوی، ولی مسئولیتش با خانم شماست. من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، هرچند میدونم توی این موقعیت غیر از دعا کردن کاری از دست کسی بر نمیاد. نسرین همه زندگی منه، منم آدم مهربونی نیستم، هیچ وقت نبودم، ولی تابع قانونم، هر چی قانون بگه. فرشید جان، بابایی پاشو باید بری مدرسه. سلام. سلام مامان. اومده پاشو صبحانتو بخور، من میبرمت مدرسه، بعدم میرم دنبال کارای مادرت. ممکنه خاله نسیم بمیره؟ خدا نکنه. ببین این دوست مادرت شوهر و بچه نداشت؟ شوهر داشت، نمیتونست بچه دار بشه، طلاق گرفت. مطمئنی؟ آره مامانم که اینطوری میگفت. پاشو دست و صورتتو بشور، من هم باید برم بیمارستان هم با پدرش یه بار دیگه صحبت کنم. پاشو بسرم. مواظب خودت باش، من زور میام دنبالت. فعلا. فکر کن همه این اتفاقا واسه قدم شما شماست. بیا
ببخشید خانم پرستار، من میتونم با پزشک معالج این خانم نسرین آزادی صحبت کنم؟ اتاقشون طبقه پایینه. شما از وضعیت ایشون خبر دارین؟ هیچ حرف قطعی نمیشه زد، باید منتظر باشی. دقیقاً باید منتظر چی بمونیم؟ منتظر به هوش اومدنش. من میتونم از شما یه خواهشی بکنم؟ بفرمایید. همسر من به دلیل این ماجرا که اصلاً عمدیم نبوده الان توی بازداشتگاهه. ممکن اگر ایشون به هوش اومدن به بنده اطلاع بدین؟ اینجا پارک نکنید، برید عقب‌تر لطفاً. بله، چشم. بکری سورپریز نشدی اومدن دنبالت؟ امروز حالا وقتا خوب نیست. آدم رفیقش میبینه باید حالش بهتر شه. آخر بود اون میاد دنبالم. اون؟ آها آها تو هرچی بکشی از دست اون نامرده ها، بی خیال دیگه. آخر رو بریم جایی. کجا؟ من قول دادم به بچه ها هرچی به اون نامرده میگم بازیت خوبه باور نمی کنم، باید ببرم نشونت بدم. باز زودتر بریم خونه. لوس نشدی خودم میرسونم. شب یارو میکنه تو خالی ها. فرشید، فرشید، الو سلام کیوان. لیلا تو کجایی؟ من خونم. تو حالت خوبه؟ نه خوب نیستم. نمیتونم فراموشش کنم، همش اون لحظه قیافش میاد جلوی چشم. وقتی که خیلی گرفتار بودم تنها کسی بود که کمکم کرد دست بود. بیکار بودم، منو برد سر کار. وقت من چی کار کردم؟ من همش یادم میاد من هولش دادم، مثل یه حیوان هولش دادم. چرا این کارو کردم؟ من کشتمش. تو رو خدا این حرفا رو اونجا نزن، اونا حرفاتو میشنون وقت کارتو خرابتر میکنن. بعدش هم کسی هنوز کشته نشده. لیلا قوی باش. در ضمن از طریق وکیلم دارم کاراتو پیگیری میکنم. یکمی خلاصش کنی باشا. چش یه دقیقه. کیوان گوشو بده به فرشید. فرشید اینجا نیست. یه شریسش خونه ما اونم زنگ زدم اونجا هم نبود. تو رو خدا مراقبش باش، برو بیارش، من دوباره زنگ میزنم. باشه.
عکسش هم نتون آوردین؟ عکسش هست بله. من هر جایی که فکر میکردم دنبالش گشتم. مادرشون کجا؟ مادرش بازداشته. بازداشت؟ شما ناپدرش هستین؟ بفرمایید داخل. بابا دمت گرم، چه فرز بازی میکنی ها. بزن ستاره مربع، ستاره مربع، دایره، دایره مثلث. او من یه ساله دارم این بازی رو میکنم، نتونستم به این مرحله برسم. خیلی فرزی ها، دمت گرم. من 100 بار تا الان این مرحله رو رفتم. بابا دمت گرم. ستاره مربع، ستاره مربع، این کاره ای ها. حالا کجاشو دیدی؟ او گولاخ. ستاره مربع، دایره مثلث، دایره مثلث. ببخشید من میتونم بیرون چند دقیقه مزاحم شما بشم؟ خواهش میکنم. من در چه مورد باید با شما صحبت کنم؟ در مورد پسرم فرشید. بله شما بیرون تشریف داشته باشی، الان میرسم خدمتتون. آقا ببخشید، بفهم در خدمتم. از جوانی با شخصیت شما که با فرشیدم دوسته، بعیده که سیگار جیبتون میذارید. شما به بزرگی خودتون ببخشید. بفهم. من میخواستم بدونم شما دیروز با فرشید کجا رفتی؟ خیلی وقت اصلا فرشید رو ندیدم. دیروز وقتی بعد از مدرسه سوار ماشین شما شد من دیدمتون. آره چی دروغ میگی؟ که اینطور. ببین استاد، از من خواست چیزی بهتون نگم. یه جورایی باهات حال نمیکنه، گویا تازه وارد زندگیشون شدید. اونم میفهمه دیگه، 12 13 سالشه. یه چیزایی رو متوجه. حال نمیکنه باهاتون. حالا چرا خوش نمیپرسین کجا رفتید؟ فرشید از دیروز خونه نیومده. چدن؟ من رسوندمش در خونه. مطمئنی؟ مطمئنم آقا. بسیار خوب. حالا الان معلوم میشه. حالا Thank you.
الو، سلام لیلا، دارم دنبالش میگردم. نه بابا، دعوا چیه؟ دعوامون نشد. الان نمیتونم حرف بزنم. بله، چیه؟ سلام. چه کار داری؟ سلام علیکم. ببخشید ماشین شماست؟ فرض کن مال داداشمه. چیکار داری؟ فرمایش، آمارگیری؟ نه، آمارگیر چیه؟ من متاسفانه متوجه نشدم، با ماشین زدم به سپر ماشین برادر شما. فکر میکنم خسارت دیده. ممکنه صداشون کنی بیان؟ فعلا که میبینی چیزش نشده. ما خسارت نخوام، کی رو باید ببینی؟ نه شما مثل که متوجه نشدین، چون تصادفه، باید حتما 110 بیاد. 110؟ بله دیگه. 110 باشه چی؟ دستم ول کن. سعید، دستم ول کن. سعید، دستم ول کن. سعید، ول کن. کن. با این آدم ها رفت آمد نکنیدم. متوجه نیستی با کیا رفت آمد میکنی؟ یعنی چی؟ ببین آخر عاقبت کجا رسید، ببین کجا آوردنت. یواش یواش بایست 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 بایست. آه میگم به مرگ جفتمون، نمیدونم از کجا پیدامون کرد. صد مرتبه بهت گفتم بگو پولو همین امروز جور کنه ورداره بیا. هر چیزی یه وقتی داره بابا. الان که دیگه اون مرتیکی ما رو میشناسه که بشناسه. خودم ردیفش میکنم بابا، گیر نده. خودم هم کلافه هم گیر نده. چند نفر بوده بابا؟ دو نفر بودن، جوون بودن. میدونی چه نسبتی با هم داشتن؟ حالا دقیق مطمئن نیستم، ولی به نظر برادر میومدن. شماره پلاکی چیزی از ماشین دارین شما؟ بله بله. ممنون میشم. یادداشت کردم. ما میتونیم بریم؟ خدا رو شکر همه چی به خوبی خوشی تموم شد. فرشید پسرم، حالت خوبه؟ پرسیدم حالت خوبه؟
از این ماجرا نه به مادرت نه به هیچ کس دیگه هیچی نگو. قول میدی؟ میخوای بریم درمونگاهی، بیمارستانی، جایی؟ مطمئنی حالت خوبه؟ پس میریم خونه، یکم یه استراحت بکن، بعد سر حال بعد بریم دیدن مادرت. ملاقاتی داری؟ میرم برات لایه. خیلی خوب دیگه، اینطوری نکن دیگه. میشه به من بگی کجا بودی؟ رفته بودم خونه دوستم. کدوم دوستت؟ تو نمیشناسیش؟ وکیلم میگه اصلا شاید علت به کما رفتن این خانم یه بیماری دیگه بوده که حالا با این ضربه تشدید شده. رأی دادگاه اصلا برام مهم نیست، دلم بخواد بمیرم. شما چطوری منو پیدا کردی؟ چه عجب، بالاخره پرسیدی. ولی خب فراموشش کن. اونا شما رو میکشن، منو میکشن، مدرسه رو بلدن، خونمونم بلدن. دلت میخواد امشب بری خونه مادر بزرگت؟ آره. پس بریم رستوران شامی بخوریم، بعد من تو رو برسونم اونجا، موافقی؟ به پا باماشو نکنی ها، تحتیل شده هم بسه دوش اومد اومد بشن. سلام. سلام پسرم، همه چی خوبه؟ بله. برو بریم آروم، باماش نکنی. آروم آروم. پشت چراغ قرمز گیر نکنی. به پا با مرور نشین. درست برو تابلو بازی در نیار. نه ترس بابا، حواسم هست. تو درست میگفتی، پا قدم من توی زندگی شما خوب نبود. میدونم هنوزم از من بدت میاد، اما تا وقتی مادرت برنگشته من ازت مواظبت میکنم. تو هم بهتر همه بدیایی که از من دیدی رو فراموش کنی. اگه من از شما بخوام از مادرم جدا بشین این کارو میکنی؟ واقعا اینطوری دوست داری؟ الو؟ این خستگی اون باید دنبال یارو هم را بیافتیم. پسه چه خونه ایه؟ آره گل زدیم. معلومه طبقه هفتم واحد 32. من میرم بیمارستان. چشم، خدافظ. اول فکر کنم بچه خالی میبنده، نگه مایه دارن واقعا. کاملا تابلوه. برو عقب، برو عقب، برو عقب، برو عقب.
برم خونه. باید صبر کنید نتیجه آزمایشتون معلوم بشه. به این زودی ها نمیشه. آقای دکتر ممکنه دوباره؟ بعید میدونم ولی باید مطمئن بشیم. ممکنه جواب آزمایش چیزی رو مشخص نکنه. عوارض بعدی چیه؟ خب یه مدت سردرد و سرگیجه که هست. حافظه کوتاه مدت هم ممکنه آسیب دیده باشه. آقای دکتر میتونم یه خواهشی بکنم؟ بفرمایید. میخوام موضوع به هوش اومدن دخترم مخفی بمونه تا عوارض این اتفاق کاملا مشخص بشه. کی به شما اطلاع داد؟ این اهمیتی نداره. مهم اینه که ایشون به هوش اومدن. بفرمایید. شما کی هستی؟ من شوهر دوستتون هستم. لیلا. لیلا؟ لیلا کجاست؟ بازداشته. خدا رو شکر که شما به هوش اومدین. مثل یه معجزه میمونه. خب بهتره فعلا دور مریضتون رو خالی کنین، اجازه بدین استراحت کنین. بسیار خوب آقای دکتر چشم. میدونم شاید الان زمان مناسبی نباشه، اما توی این مدت خیلی اتفاقات مختلفی افتاده. نمیدونم اینجور وقتا چجوری باید گفت یا چجوری باید خواهش کرد، اما میخوام خواهش کنم میشه شکایتتون رو پس بگیریم؟ نشنید آقا دکتر چی گفت؟ من شکایتی ندارم. نسرین بابا باید ببینمش، میخوام بیاد بیرون. خدافظ. لیلا پس چرا حرف نمیزنی؟ اگه بخوام منو ببخشی همه چی تموم میشه. نه فکر نمی کنم. تو خودت چطوری تونستی یه آدم دیگر رو به راحتی ببخشی؟ خیلی هم راحت نبود، به خاطر بچه‌م، به خاطر زندگیش، به خاطر آیندهش. ولی تو فرق میکن. اومدم اینجا که هرچی که دلت میخواد بهم بگی. دیگه نمیتونستم صبر کنم تا ببینم. تنها اومدی؟ مگه نمیدونن آزاد شد؟ نه، اول اومدم پیش تو. اصلا فکر نمی کردم که دیگه دلم بخواد ببینمت. ولی حالا که حرفای من دیگه هیچی عوض نمی کنه، برو به زندگی تو برس. منم میخوام یه مدت استراحت کنم. منو ببخش، ازت ممنونم، ازت ممنونم. آقا سلام، ببخش من یه بسته دارم امانتیه، گفتن بدیم تحویل سرایدار. پس مدوالاتون کجاست؟ ای بابا، تو هنوز تو فکر اینی مچه منو بگیری؟ ممنونم. زود اومدی یا؟ بجام اینا رو چند وقت پیش پیدا کردم، مطمئن بودم تا نبینی باور نمی کنی. میشم برای خونم هم بزرگم؟ صبر نمی کنی تا مادرت بیاد؟ امکان داره امروز آزاد بشه. میدونم، دوست دارم تا نیومده اینجا باشم. میفهمم.
بذار زنگ بزنم آژانس بیاد. من خودم منتظر تلفن مادرت. نگران نباش، همه چی درست میشه. بله آقا کیم. قانونن من جای پدرتم، برای دل خوش کنکم بد نیست گاهی بگی پدر. نمیتونم. خداحافظ. خداحافظ. شوخی نگه، خیلی جدیه. چجوری اومد اینجا؟ داشتی تمرین پدر بودن میکردی نه؟ چی میخوای؟ میخوام اول پولتو، بعد جونتو، بعد بچه‌تو. اسم بچه من رو نیار. جلو نگه میگم. چی شد آقا کیوان؟ فرشید خب زیر قولم بزنم. چه قولی؟ مردم کسی که فکر کردی اینجا یکی تیر خورده. پدرم بابا، پدر بابا پاشو، بابا بابا پاشو، بابا کیه، بابا بابا پاشو، بابا جان، بابا آقا حالش خوب میشه؟ هنوزم نمیخوای با من حرف بزنی؟ چی باید بگم؟ گذاشته بودم به موقعش برات تعریف کنم. پس کی وقتش میرسه؟ اون زمانا که تو خیلی کوچولو بودی قرار گذاشته بودیم از ایران بریم، ولی من بنابر دلایلی دلم نمیخواست برم. فکر نمیکردم ولی بابات منو تو رو تنها گذاشت و رفت. گفته بود دیگه هیچ وقت بر نمیگرده، هیچ وقت. منم به خاطر همین به تو اونطوری گفته بودم، ولی بعد از سالها که دیدم برگشت، نهایتاً به خاطر تو قبول کردم دوباره وارد زندگیم بشه. خب فکر کردم اگه تو دوستش داشته باشی بعدم
همه حقیقت رو بهت میگم. الان داریم میریم کجا؟ الان میریم اداره بیمه پسرم. پدرت خدا بیامرز بیمه عمر داشت. مطمئنم اینطوری میبینه که وقتی تونسته به آینده ای تو کمک کنه روحش خوشحال میشه. سرمایه عمر و پسنداز مرحوم کیوان کاوه مبلغ قابل توجهیه. اقساطم اینجور که من میبینم به صورت مرتب پرداخت شده و مشکلی برای پرداخت سرمایه ما نداری. سود منافع مشارکتش هم من محاسبه کردم که به اون مبلغ سرمایه اضافه میشه. شما به دو صورت میتونین اینو دریافت کنین. یکی اینکه یک جا کل مبلغ رو تقدیمتون کنیم. دوم این که به صورت مستمری ماهانه این مبلغ رو از بیمه شما بتونیم بگیریم و البته مبلغ اصلی سرمایه‌تون محفوظ هست که هر وقت خواستیم میتونیم کل مبلغ رو دریافت کنیم. حالا هر جور که میفرمایید من اون کار رو بسیارتون انجام.